ما دو نوع بیس اکاونتینگ داریم که یکیش میاین نقدینه ریکارد میکنه، یکی دیگه به صورت نسیه یا تعهدی ریکارد میکنه. یکی هست که میگه امی که پول به من رسید و پول رفت ریکارد باید شوه، و یکی دیگه میگه نه، وقتی که من درک کردم که آید برام شد و درک کردم که مصرف برام شد، وقتی است که ریکارد میکنم. امروز تفاوت های از یاره، خوبی ها و بدی هاش و آشنایی با یاره همراه اگزمپل و پرکتیس کوئسشن کاور میکنیم. تا آخر همراه ما باشیم. میلاد اکبری هستم از چینل اکبری ایژوکیشن. خوش آمدین به چینل ما. طوری که براتان گفتم دو اساس اکاونتینگ وجود داره، یا به دو بیس میتونیم ما ریکارد بکنیم. یکی را به نام کش بیسز آف اکاونتینگ یاد میکنن و یکی دیگر را به نام اکروال بیسز آف اکاونتینگ یاد میکنن. همراه از این موضوع در جریان از این ویدیو آشنا میشین. داخل ویدیو موضوعاتی که کاور میکنیم، تفاوت های اصلی بین این دو بیس چی است و کدام خوبی ها و کدام بدی ها یا ادوانتج و دیزادوانتج داشت وجود داره، مثال می داشته باشیم و مثل همیشه پرکتیکل پرکتیس کوئسشن است و مثل همیشه پرکتیس کوئسشن هم می داشته باشیم. بریم پیش. بحث اول، هر دوی از یا میتودهای فاینانشیل اکاونتینگ است و ای که چه قسم ترانزکشن هم ما باید ریکارد بکنیم. پس گپ اصلی ما ای است که هر دوی از یا میتود است، میتودی که ریکاردینگ فاینانشل ترانزکشن و راپوردهی فاینانشل ترانزکشن صورت میگیره و دقیقا ارتباط مستقیم با این میگیره که کی فروشات انجام شد و کی مصارف رخ داده و خریداری انجام شده و چه قسم نظر به او کی و نظر به وقتی که پول نقد برش پرداخت میشه، ایره داخل سیستم محاسبه ما درج بکنیم. سر از این موضوع بحث میکنه و موضوعی که پیش از پیش ما بیان بکنیم، اگر امروز ما یک جنس بفروشیم و قرار باشه یک ماه بعد پیسش رو دریافت بکنیم، با مرور زمان اگر ما اوورال مد نظر بگیریم، یک کمپانی $100 امروز ریکارد میکنه، میگه من آید کردم ولی پولش دریافت نکردم، اما بعد از یک ماه کمپانی دیگه می نوشته میکنه من $100 پول دریافت کردم و به حیث آیدم است. پس به مرور زمان ریزلت هر دویش مساوی است، هیچ تفاوتی نداره. اما در جریان دوره، چرا یک کمپانی سال مالیش ختم شد، سال 2020 ختم شد، میای ریکارد میکنه که اینقدر آید دارم، در حالی که 10% پول هنوز دریافت نکرده، ولی کمپانی بعدی تنها پولی را که دریافت کرده ریکارد کرده. به خاطر از این تفاوت فعلا وجود داره، ولی در ختم وقتی که تمام پول دریافت بکنن، ریزلت هر دو کمپانی از شروع تا به ختم باید مساوی شود. تفاوت های اساسی که بینشان وجود داره، این کش بیسز آف اکاونتینگ ریونیو را وقتی ریکگنایز میکنه که پول نقدن دریافت میکنه. اگر من پول به دست خود دریافت کردم، او عده ای است که نوشته میکنم آید کردم. اما در اکروال بیس آف اکاونتینگ وقتی ریکاردش میکنه که آید درک میشه، یا مثلا جنس دلیور میشه، خدمات دلیور میشه، یا آلی یقین پیدا میکنه که ما پول دریافت کردیم. IFRS 15 هم، International Financial Reporting Standard 15، شرایط خاصی را مانده که چی باید شما ریکارد کرده میتونید که آید درک شده، آید ریکگنایز شده و غیره و غیره، و چه قسم میتونه او را داخل سیستم. بحث طولانی از همراه چینل ما باشین و وقت و زمانش بالای IFRS 15 هم ما میان. اما مقصد اصلی، هر وقتی درک شد که آید بدست آمده، در حالی که حتی شاید پول نقد دریافت نکرده باشی، accrual based of accounting میای و در ریکاردش میکنم. این cash based of accounting وقتی که پول نقد پرداخت شد برای مصارفات، دمون لحظه است که چی میکنن؟ ثبتش میکنن به حیث مصرف. من کرای خانه را 3 ماه بعد پرداخت میکنم، ولی نوشته میکنم بعد از 3 ماه نوشته میکنم که کرای خانه ما پرداخت و مصرف کرای خانه. ولی در بخش accrual based of accounting چی میکنن؟ هر ماه را مربوط خود ما ریکارد میکنن.
اگر تو بعد از 3 ماه یک جای $3,000 پرداخت بکنی، دکش به صف اکاونتینگ تمامش یک دوره به حیث مصرف در یک تاریخ به حیث مصرف ریکارد میکنه. اما در اکرول به صف اکاونتینگ مای جنوری که ختم شد $1,000 از او، مای فبروری $1,000 از او ریکارد میکنن و مای مارچ $1,000 خودش ریکارد میکنن، حتی اگر پول نقد پرداخت نشده بود. داخل دبل انتری سیستم ویدیویی که ما داریم داخل می لیست اکاونتینگ وجود داره، شما اونجا دیده میتونین که چه قسم همراه دبل انتری دیل میکنن و آیا اکاونت ریسیویبل چه قسم ریکارد میشه. دقیقا نوشته میکنن که مصارفشان بالا رفت و در مقابل چیزی که وجود داره برای اکسپنس ای که پیبلشان بالا بره و برای اکاونت ریسیویبل همچنان فروشاتشان رخ داده و چی وعده او را دریافت میکنن، اکاونت ریسیویبلشان بالا میره. اگر به اساس کش بیس اف اکاونتینگ تکس پرداخت شوه و اکروال بیس اف اکاونتینگ، در بیس تکسیشنش هم همه تفاوت وجود داره. در کش اکاونتینگ اگر سیستم امو کشور ایقائی اجازه را داده باشه، در کش بیس اف اکاونتینگ وقتی تو مالیات پرداخت میکنی که پول نقد از او را دریافت کرده باشی، پول نقد که دریافت کردی نوشته میکنی که آید کردی و مطابق او آید دوباره مالیات پرداخت میکنی. اما در اکرول بیس اف اکاونتینگ وقتی که میای ریکارد میکنی که من آید کردم در حالی که پول نقدش دریافت نکردم، اگر قانون کشور خواسته باشه باز تو از او آیدی که حتی به دست نآوردیش تا بال پول نقدش دریافت نشده، از او چی میکنی؟ مالیات پرداخت میکنی. و یک نظر عمومی که کش بیس اف اکاونتینگ زیادتر به خاطر بزنس های خرد استفاده میشه، بزنس هایی که فروشاتش زیادتر است، روتین است، تعداد فروشاتش بالا است، اکثریت مثل سوپرمارکت ها، مثل دوکان های خرد و ریزه ای که وجود داره از چی استفاده میکنن؟ کش بیسز اف اکاونتینگ. اما در مقابل کمپانی هایی که خیلی بزرگتر از سیستم های استاندارد داره و کمپانی هایی که مشتری است که می از پیشن به قرض میبرن و بعد از یک ماه دو ماه پرداخت میکنن، او حالا زیادتر اکروال بیس اف اکاونتینگ در این کمپانی ها استفاده میشن. بریم بالا از اینکه چه خوبی ها و بدی های داخل از این وجود داره. کش بیسز اف اکاونتینگ خوبی اولی که وجود داره، تو میفهمی که چقدر پول نقد داخل بزنست وجود داره، چقدر لیکوید هستی، اکسپکتیشن تو، عواید تو، مصارف تو تمامش به اساس پول نقد است. پس یک لیکویدیتی خاص وجود داره، میتونی پلنینگ بهتر بکنی به اساس پول نقدی که داخل بزنست وجود داره. و همچنان اگر قانون کشور اجازه داده بود که به اساس کش بیس اف اکاونتینگ مالیات خود را بکنین، در او حالت یک برتری که داری برای پولی که دریافت نکردی، هیچ وقت مالیات پرداخت نمی کنی. پول دریافت نکردی، مالیاتش پرداخت نمی کنی. پس تنها پولی که دریافت کردی قابل از این میشه که مالیاتش پرداخت بکنی. و چیز مهمتر از همه اینکه خیلی ساده است. خیلی ساده عمل میکنه. وقتی که پول دریافت کردی ریکارد که عواید دارم، وقتی که پولت از بزنس رفت نمیشه که مصارف دارم یا خریداری را انجام دادم به میسادگی. ولی بعضی ضعف ها و گپ ها وجود دارن. اگر من حتی بزنس خورد هم باشم، شاید به قرض یک چیزی را بخرم یا به قرض پرداخت یک چیزی را بفروشم. در تو حالت اگر تو اکاونت ریسیویبل داشته باشی بالای مشتری، ریکارد از او پیشت وجود نداره. اگر اکاونت پیبل داشته باشی برای سپلایر خودت، ریکارد از او رو هم نداری که چقدر قرضدار هستی و چقدر دیگه مثلا تو طلبات داری بالای مشتری. این چیز از پیش تو مس میشه داخل کش بیسز آف اکاونتینگ. جهان به طرف اکرول بیس آف اکاونتینگ روان است، این استاندارد قبول شده است و بعضی کشورهایی که به سطح پایانتر است، بعضی کمپانی هایی که خورتر است، هنوز هم کش بیس استفاده میکنن، در حالی که رشد مجموعی طرف اکروال بیس است و استاندارد های بیشتری در اینجا آمده و کارکرد بیشتری وجود داره. از او خاطر فعلا کمتر تطبیق میشه کش بیس اف اکاونتینگ. و ضعف دیگه است که پوزیشن کمپانی را به صورت کلیر براتان گفته نمیتونه. به طور مثال
اگر ما بیایم یک کامپیوتری که 5 سال از او استفاده میکنم و خریداری کنم، امی که خریداری کردم ما پول نقدش ریکارد میکنم به حیث مصارف یا خریداری که انجام دادم، در حالی که این دارایی همراه ما وجود داره و برای 5 سال آینده ما از استفاده میکنم و تحت accrual based of accounting ما ایره استهلاک میکنم و به مرور زمان استفاده میکنم، اما تحت cash based of accounting و می یک دوره به حیث مصرف ریکارد میشه و دیگه پوزیشن کمپانی در آینده نشان داده نمیشه که چقدر ولیوی این کمپیوتر استفاده شده و چقدر دیگهش باقی است. بریم به طرف accrual based of accounting. خوبیایی که داره دقیق ترین نوع فاینانشل ریپورتینگ و استاتستیک کمپانی را نشان میده. چرا؟ نشان میده که آیدی که به نام تو شده و قرار است تو دریافت کنی چقدر است و طلبات چقدر است، پیبل چقدر است، پوزیشن کمپانی در کجا است، آره بهترین نوع و استانداردترین نوع راپوردهی داخل ازی وجود داره. فعلا در تمام جهان در اکثرت کمپانی ها و حتی بخش سکتور عامه طرف ازی روان هستن که accrual based of accounting تطبیق بکنن و چیزی که گفتم استانداردهای خیلی زیادی برش آمده، استانداردها روزمره سرش بیشتر کار میشه و اپدیت شده میره و بخاطر از او بیشتر یک سیستم استاندارد در سیستمای کمپیوتری مالی و طرف ازی رفته که accrual based of accounting بیشتر در خود داشته باشن و بهترین راپورده ای را دو بخش بکنن. ولی بعضی ضعف ها هم وجود دارن. من راپور میتونم که به مقدار $10,000 عواید کمپانی در جریان ماه بود، در حالی که داخل بانک اکاونت ما اگر ببینین فقط $5,000 باقی است. چرا؟ $5,000 دیگه هیچ دریافت نکردم. این ضعفش وجود داره که لیکویدیتی بزنس نشان نمیده و رونیوی که شما راپور میتین یا مفادی که شما راپور میتین همراه پولی که داخل خود بانک است مچ نمیکنه. نظر به می که به صورت قرض ما ریکارد کردیم، به صورت چیزی که طلب بودم ریکارد کردیم به حیث عواید و مصارف. اگر که قانون کشورم اجازه بده حالتی میه که شما به اساس اونم چیزی که نوشته کردین عواید است، در حالی که پولش دریافت نکردین مجبور هستین مالیات پرداخت بکنین. سو مالیاتی پرداخت میکنین برای عوایدی که حتی تا به حال پولش دریافت نکردین. و ضعف دیگهش که یک مقداری کامپلیکیت است. چرا؟ وقتی که یک سیستم مدرن میشه، استانداردایزد میشه، باعث از این میشه که کامپلیکیشن و مغلقیت های بیشتری داخل از سیستم وجود داشته باشه. میتودایی که اجسمنت ها باید صورت بگیره، راپورده ای باید صورت بگیره، انالیسیسی که داخل از اون میشه یک مقداری کار مشکلتر و سختتر ساخته. یک اگزمپل داریم، اگزمپل بسیار ساده است. اگر ما send invoice to customer for $1,000 for work done this month میگه مربوط کدامش است؟ یک اوورال ما ریویو ترانزکشن میکنیم. اگر شما انوایس این ماه روان بکنین برای $1,000 بدونی که آیا پرداخت کرده یا نکرده، در accrual based of accounting تو ریکارد کرده میتونیش به حیث چی؟ عوایدت. و اگر تو بل یا انوایس از سپلایر دریافت بکنی برای $800 به خاطر که سب کانترکتورت بوده یا کار رو در جریان ماه انجام داده در حالی که پول نقد پرداخت نکردی، باز در accrual based of accounting ریکارد کرده میتونی، اما در cash based of accounting ریکارد کرده نمیتونیش. اگر شما پول نقد از مشتری دریافت بکنید $500، در cash based of accounting حالتی است که او را میایی تو به حیث عوایدت ریکارد میکنی، اما در accrual based of accounting شاید قبلا فروخته باشی آل پول دریافت کردی، در او حالت نوشته میکنی که طلباتت کم شده و پول نقدت بالا رفته. اما اگر در basic accrual based of accounting شما بیاین معاملات نقدی بکنین، باز هیچ فرق نمیکنه، نوشته میکنه فروشت هم بالا رفت ولی نقد و فروش انجام دادم. همچنان در بخش مصارف هم همتوست. اگر شما پید کش تو سپلایر $700 داشته باشین، در کش بیس آف اکانتینگ لحظه که پرداخت کردین ریکاردش میکنین که $700 مصارف ما شد، ولی در
بخش accrual based of accounting یک مقدار گپ فرق داره. اگر قبلا مصرف رخ داده باشه مربوط ماه گذشته باشه، expense او در ریکارد کردن، علی فقط نوشته میکنه که من payable من کم شد به خاطر که من پول پرداخت کردم، و اگر نه مصرف رخ داده و نقدینه پرداخت کردین، در او حالت نوشته میکنین که این مصرف من و در مقابلش من پول نقد پرداخت کردم. مثل همیشه دو practice question داریم. اولیش است که under the accrual basis of accounting revenues are reported in the accounting period when the cash is received, service or goods have been delivered, ends of the month has arrived و customers pays. با کدام حالت است؟ من ریکامند میکنم ویدیو را پاوز کنین، یک مقدار بالا ازی فوکس بکنین، بعد از او باز جواب پیشتان بگیرین. در غیر از او من ادامه میتونم. سوالی است که under the accrual basis of accounting revenue are reported in the accounting period when، وقتی که جنس شما یا خدمات شما دلیور کنه. بعد از او باز انوایس هم روان میکنین و او بیسی میشه که شما بدونی که پول دریافت کرده باشین من به حیث ریوینیو را ریکگنایز میکنین. پس جواب صحیح ما جواب دوم است. به ادامه سوال پرکتیس کوئسشن دوم ما، reporting income when the cash is received و expense when the cash is paid. revenue وقتی که تو پول نقد دریافت میکنی و expense وقتی که پول نقد برش پرداخت میکنی، مربوط کدام است؟ accrual basis of accounting، cash basis of accounting، fiscal period یا trial balance. واضح چیزی که ما خانه در مورد cash basis of accounting این بود که پول نقد دریافت میکنیم و مصارف پرداخت میکنیم، او وعده‌ای را درج میکنیم. پس جواب صحیح ما جواب دوم است. میشه که ویدیو رو پاس کنه در موردش فکرام بکنین، اگه سوالی چیز داشتین در کامنت بانین. در غیر از او جواب دوم ما جواب صحیح است. جهان سپاس که تاییدم همراه ویدیو بودین. ما به صورت بریف تفاوت ها بین accrual based of accounting و cash based of accounting همراه مثالش کاور کردیم. چیزی که از شما تقاضا دارم، چینل ما رو سابسکرایب بکنین. ویدیوهای جدیدی خواهد ما داشتیم هفته وار در بخش های مختلف entrepreneurship، بخش های موفقیت، motivation و specifically بخش های حسابرسی و بخش های محاسبه و غیره و غیره. و همچنان همراه دوستایتان این چینل را شریک بکنین. مطمئنن در دانشگاهی که شما درس میخوانین یا حتی سرتیفیکت های بین المللی که میخوانین به این موارد ضرورت دارین و یک حمایه میباشه همراه شما و همراه دوستایتان تا که بتانه امتحانه را به خوبی سپری کنین و ایدیای بهتری از مضامین محاسبه و غیره و غیره به دست بیارین. جان سپاس.